بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه فعالان اقتصادی عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من معمولا تو شرایط بد اقتصادی سعی میکنم حرف بزنم و به دوستان یه سری نکات رو یادآوری بکنم که تو کارشون به مشکل نخورن، دچار سردرگمی نشن و کارشون به بهترین نحو پیش بره. الان از اون دوره هایی که بهتر اخبار رو چک نکنید. یادمه سال 97 98 که دلار خیلی به هم میریخت، به دوستان همیشه میگفتم اخبار رو چک نکنید. الان دوباره تو اون بازه زمانیم، اخبار رو چک نکنید. چک کردن اخبار هیچ تأثیری تو زندگی شما نداره و تنها کاری که میکنه انرژی و انگیزتون رو از بین میبره. کشور در حال تغییره، یه سری تغییرات خیلی سنگین که قطعا اتفاقات سنگین رو به وجود میاره. وسط این تغییرات یه سری اتفاقا میفته، خب خیلی طبیعیه. دیدیم مثلا یه نفر میخواد عمل سنگین بکنه، قبلش میگم بیاد خانوادش امضا بده، بیاد رضایت بدید که اگر اتفاقی افتاد شما خودتون موافق بودید. ما اومدیم گفتیم آقا تغییر مثلا حذف ارز، ارز 4200 ما موافقیم، ما مثلا اون خانواده هستیم که امضا کردیم، گفتیم اوکی انجام بدید. میدونیم یه سری تاوان ها داره. من یکی از دوستانم بازو شکست و قبول پلاتین بذارن. دکتر به ما گفتش که این عصبش کنارشه، ممکنه عصبش آسیب ببینه. ما مجبوریم قبول کنیم، یه چیزی رو میخواییم به دست بیاریم، یه سری اتفاقات میافته. الان تو شرایطی هستیم که دولت داره تغییرات میده، یه سری چیزها رو عوض میکنه، یه سری چیزها رو حذف میکنه، یه سری قانون جدید میاره. من نمیگم با همشون موافقم، نمیگم با همشون مخالفم، با ذاتش موافقت کردم و اجازه میدم این پیش بره. اخبار رو چک نمی کنم. من تو این بازی زمانی به کار خودم میپردازم، کار خودم رو پیش میبرم و اجازه میدم قانون انجام بشه. ببینید قانون هایی که الان داره میاد یه سریش غلطه، یه سریش درسته. مثلا بخوام غلط بگم، عوارض صادرات قانونی بود که از لحظه اول معلوم بود غلطه، ولی ما هیچ کاری بهش نداشتیم. شما ندیدین من فایلی بدم مخالفت کنم با اینکه تمام کارم صادرات بود. چرا؟ چون میگم این قانون یا اجرا میشه یا خود دولت به نتیجه میرسه غلطه و اجراش نمیکنه. اگه اجرا شد کار ما تو صادرات سخت‌تر میشه، مذاکرمون باید حرفه‌ای‌تر باشه، باید مشتری رو متقاعد کنیم که گرون‌تر از ما بخره، چون ما یه پول رو باید به عنوان عوارض صادرات بدیم. اگر این اتفاق نیفتاد و دولت فهمید اشتباهه، خودش میاد قانونش رو حذف میکنه. حالا اگر ما اخبار رو چک میکردیم، این خبر رو میفهمیدیم، ناراحت میشدیم، بحث میکردیم، ویدیو میدادیم، اعتراض میکردیم، یه بازه زمانی رو از دست داده بودیم. اگر مثل ما بودید، کارتون رو انجام میدادید، الان که اومده این قانون حذف شده، شما خیلی راحت صادراتتون رو انجام میدید، پس درگیرش نمیشید. بیایید تو این بازه زمانی کاری به تغییرات نداشته باشید، اصلا کاری به اخبار نداشته باشید، فقط کار کنید. ببینید اونایی که سال 97 اون همه اعتراض کردن که آقا چرا دلار داره از 4000 تومان و 5000 تومان یهو میشه 15000 تومان، 19000 تومان، 20000 تومان و هیچ کاری نکردن، اعتراضشون به هیچ جا نرسید. یه واقعیت‌هایی تو اقتصاد وجود داره، نمیتونیم این واقعیت‌ها رو کنار بذاریم. آقا الان ارزش واقعی دلار مثلا هولوش 28 29 تومانه، پس دلار زیر 30 تومن قطعا نباید بیاد. اگرم بیاد محدوده و دوباره میره بالا. حالا ما بشینیم اعتراض کنیم آقا چرا دلار 30 تومنه؟ هیچ اتفاقی نمیفته. دلار شده 34، شده 35، مهم نیست. من کارمو میکنم. اگر دلار 35 موند، اگر دلار 40 شد، کارم در حال صادرات که آسون تره، ولی فرض میکنم زندگیم سخت تر شده، باید در شرایط سخت‌تر بیشتر کار کنم تا خروجی بالاتر بگیرم. اگه برگشت خب الحمدلله. من تو این بازه زمانی کار کردم، خروجیم توی زمان برگشت باز هم بالاتره. ببینید یه چیزو خیلی واضح میخوام بهتون میگم. دیروز مثلا ما تو اخبار داشتیم کسبه فلان بخش تهران شروع کردن به اعتراض. چه اتفاقی میفته؟ یه روز کارشون از دست میدن، یه سری مشتری که میخواستن بیان نیومدن، به یه بخشایی از اقتصاد آسیب رسوندن و هیچ اتفاقی نمیفته. دولت اگر به نتیجه برسه حرفش غلط بود، خودش بر میگرده. اگر هم به نتیجه نرسه بر نمیگرده. الان تو این تغییرات یه سری چیزا عوض میشه که دولت خودش بر میگرده از روش. پس نیازیست ما باش بحث بکنیم.
الان تو این شرایط اگر نظر منو میخواید، اینستاگراماتونو پاک کنید، کانال های خبریتونو پاک کنید، این سیگنال فروش های روزخونی که فهم میخوام بگن آی بدبخت شدیم، آی شرایط بده که فالوور جذب کنن رو بی خیال شید کامل و کار کنید. دو حالت داره، واضح دارم میگم، یا شرایط و قوانین میشه اون چیزایی که درسته یا اون غلطه میمونه. اگه شد شرایطی که درسته، شما توی این بازه زمانی کار کردید، جلو افتادید. اگه شد شرایط غلط، یعنی شد شرایط سخت‌تر، چون خوب کار کردید یه ذره انرژیتون رو بیشتر میکنید، بر این سختی‌ها غلبه میکنید و هیچ اتفاقی با غر زدن، با اعتراض، با فالو کردن اینها نمیفته. چیزی که امروز به هر اقتصادی تو کشور ما کمک میکنه، به مردم عادی هم کمک میکنه، ولی من خب روی صحبتم با اقتصادی هاست، آرامشه. یه تاجر باید تو آرامش باشه تا ذهنش خوب کار بکنه و بتونه پول در بیاره. پس آروم باشید، کاری به اخبار نداشته باشید و بذارید تغییرات انجام بشه. یه آسیب دیدید خیلی اهمیت ندید، چون کلش درسته، شرایط برای شما قطعا بهتر خواهد شد. موفق و معید باشید، آروم باشید و پول در بیارید. یا علی، خدا نگهدار.